با بیشتر شدن سر و صدا در باره احتمال جنگ با روسیه، غیر نظامیان اوکراین هر روز استراحت شیوه های نبرد را می آموزند. در اینجا در یک پایگاه رها شده شوروی در کنار کیف با زنان و دختران تیراندازی در شرایط جنگ در شهر را یاد می دهند. مناسبت آرامانه دارند. در صورت ضرورت ما به محافظت کشورمان برمیگردیم. همه ما کار میکنیم ولی بینید که روز استراحت اینجا آمدیم. تمرین های نظامی را نه ارتش اوکراین بلکه بتالیونی آزوف یک واحد نظامی تشکیل کرده است که در جنگ در شرق کشور از فعالترین ها بود. بتالیون را برای ملتگرایی و موضع‌گیری فاشیستیش تنقید میکنند. حالا این سازمان با تشکیل حزب جبهه ملی و صحنه سیاست قدم گذاشته است. رهبرانش میگویند نه ملتگرای اشدی و یا افراطی بلکه وطن پرستانی زمان جنگ هستند. ми себе позиціонуємо як українські націоналісти. Ми худ ро мільятгарої України мешуморем ва бояд донес ки мільятгароїони ростгарої України аз ростгароїони Європа ва Америка бисьор фарк мекунанд. Авлавіят хо ва мушкілоти мо комілан дигар аст. Як мушкілі асосіє ки бояд хал кунем, жанг бо Русія аст. Безусловно, ета війна з Російською Федерацією. برای جامعه بزرگ یهودیان در اوکراین که در شهر دنیپر زندگی میکنند، ظهور راستگرایان افراطی در سال 2013 و زمان تظاهرات های عموی نگران کننده بود. با آرام شدن کشور و آمدن رهبران نو، این نگرانی ها از ملتگرایان اشدی فرونش است. ما باور داریم که این یک بخش بزرگ فضای سیاسی نیست. همدیگر فهمی مردمی با احساسات بسیار خوب زیاد است. و رفاقت و مدارا در اوکراین بسیار قوی است. رسانه های روسیه این گروه های راستگرای افراطی را همچون بخشی اصلی فضای سیاسی اوکراین جلوه می دهند، ولی ائتلاف چنین احزاب در انتخابات گذشته به پارلمان اوکراین راه نیافت. تعداد مردمی طرفداری حرکت های راست افراطی بسیار کم است. در پارلمان اوکراین یگان حزب راست افراطی نیست. نظرسنجی های اخیر نشان دادند که مردم آنها را زیاد طرفداری نمی کنند. آنچه که ما می بینیم گروه های خردی راستگرای افراطی در جامعه هستند که به باور من در هر کشوری دموکراتی می بینید. با باقی ماندن احتمال جنگی و سه مقیاس بعضی ها نگرانند که این روند به ملتگرایان اوکراین از جمله به افراطگرایان اشدی آن بالی پرواز می دهد.